دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندان ها، درمان ناهنجاری های فک و صورت اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصص ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت ماهیانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر شما عزیزان. من یک بار دیگه مقابل این دوربین و مقابل شما قرار گرفتم. چقدر خوشحالم. یه هیجانی در من به وجود میاد هر وقت که میام جلوی این دوربین قرار میگیرم. اینقدر شما محبت دارین، اینقدر لطف دارین، اینقدر واقعا پیام‌های زیبا میدین. از زیبایی درونتونه هر کس میتونه خوبی‌ها رو ببینه. به هر حال آدم‌ها ممکنه که بعدی هم داشته باشم، ولی ما چشممونو به خوبی ها اگر باز کنیم، برای همه، برای همه این نزدیکان، برای همه عزیزان، با نام و یاد خداوند جان و خرد برنامه خودم رو شروع میکنم و یک پیام دوستت دارم به شما میدم. من میل دارم تو را دوست بدارم بیان که تو را محبوس در عشق خود کنم، ارزش‌های تو را بشناسم بی آنکه مزاحمت باشم، تو را به خدا دعوت کنم بی آنکه تقاضایی از تو داشته باشم، احساسات خود را برایت شرح دهم بی آنکه تو را مسئول آن بدانم، تو را آگاه سازم بی آنکه به تو درس داده باشم، تو را کمک کنم بی آنکه به تو توهین کرده باشم، مواظبت باشم بی آنکه بخواهم تو را تغییر دهم و آنطور که تو هستی به داشتنت شادی کنم. این بهترین پیامیه که ما به همه میتونیم بدیم. یعنی دوست دارم پیغام بسیار زیباییه، ولی نمیدونم ما ایرونی ها، حالا شاید فرهنگمون اینه که من نمیگم دوستش دارم، اگه بگی حالا خانوم به آقا، آقا به خانوم، زن به شوهر، دوست پسر دوست دختر به بچه هاشون، نه حال مخصوصا که اون زوج ها به هم دیگه، نه آخه بگم رو زیاد میشه. باور کنین جادو میکنه. تو را دوست دارم جادو میکنه، یعنی تأثیر جادویی بر همه آدم ها داره. یعنی بیاین به اون گلی که تو گلدونتونه هر روز نازش کنیم، بگین دوستت دارم، چقدر رشدتو میبینم، چقدر زیبا هستی، گلتون شروع میکنه به بیشتر شکفتن. بنابراین میبینین یه گل که روح و جان، روح دارن همه اجسام، گیاهان، انسان ها و حیوان ها همه روح دارن، و ما وقتی با روحش رو نوازش میکنیم، این نوازش ما توی گل اثر میذاره. وای به این که بتونیم برای انسان بگیم. درود بر شما عزیزم، روی خط هستیم، بفرمایید. الو جانم. الو بفرمایید، روی خط هستیم. سلام، حالتون خوبه خانم دکتر؟ درود بر شما، ممنونم ازتون. خانم دکتر، من یه مسئله داشتم میخواستم با شما صحبت کنم. بفرمایید. حالا من یه نوه‌ای دارم که 15 سالشه. بله. بعد این توی
یه جایی که میره ورزش با یه دختر 17 ساله دوست شده. پسر نوتون؟ بله بله. اوکی. و اون دختر با هم خیلی صمیمی شدن و حتی خونه اونا میره و اون میادش خونه ما، و الان از این نظر این خیلی هم با هم چیز شدن، یعنی دیگه قاطی شدن به اصطلاح. الان من نمیدونم، پدر مادرش هم نمیدونن چیکار کنن با این مسئله. شما چی فکر میکنید؟ عزیز من نمیدونم شما نگران چی هستید؟ نگران این که اون دختر که 17 سالشه و این که تازه 15 سالشه ایرادی نداره، اینا مثلا از نظر سکس و این چیزا ممکنه اتفاق بیفته. ببینین مسئله اینه که سن اینجا مطرح نیست. اگر اون پسر 15 ساله جذب یک دختر 17 ساله شده، حالا یه چیزایی رو در اون دیده که میتونه تجربه کنه، حالا مسئله فقط سکس نیست، اون دختر آگاهیش ممکنه اینو جذب کرده، منشش، کردارش، ما فقط جنبه های بعدش رو در نظر میگیریم، ولی یه آموزش های خوبی هم داره برای اون بچه 15 ساله. شاید تجربه های اون دختر 17 ساله یه چیزایی رو به اون عد کنه، به اون اضافه کنه. حالا شما این نگران این که در آینده اینا با هم سکس داشته باشن و یه مسئله پیش بیاد، آیا برای شما این فقط مهمه یا اینکه اون تجربه‌ای که اون پسر داره میکنه و چطوری میخواین جلوشو بگیرین؟ یعنی به پسر بگین که حق نداری با این دختر دوست بشی؟ آیا ما اگر اینطوری بخوایم برخورد کنیم نوه شما منصرف میشه؟ نه. وقتی که ما بخوایم از یکی بعد بگیم، میگیم نه این به دردت نمیخوره، این از تو بزرگتره. خب ولی ازش بزرگتره، میتونه ازش چیزهای جدیدی یاد بگیره، هیچ اشکالی نداره، میتونه آموزش چیزهایی که تجربه قبلی خودش نبوده و اون دختر تجربه داره یه سری آموزش‌های بهتری بهش بده. شما نمیدونین که فقط ما جنبه منفی رو میگیریم، میگیم آهای اینا اگر با هم دیگه سکس کنن چه اتفاقی میفته. فقط جنبه سکس نیستش، که خیلی جنبه هایی دیگه هستش که تو این سن بلوغ انسانها رو به هم جذب میکنه. بله. اینه که مورد تایید کسی باشیم خیلی مهمه. بله. برای بچه ای در سن بلوغ، پسر یا دختر، وقتی تو خونه پدر مادر همش دارن به سخت میگیرن با کی حرف زدی، کجا رفتی، چه جوری بود، اونم بچهای سن بلوغ اصلا دارن من خودشون، ایگوی خودشون هم دارن تجربه میکنن. وقتی بهش بگی چیکار کردی، با کجا، با کی بودی، با کی رفتی، دیگه بست فرندشون نخواهیم بود. من یه کلاینتی داشتم، مریضی داشتم که این آمده بود، یه دختر 13 ساله داشت و میگم آره این با من هر چی میگم گوش نمیده، بهش میگم با این دختر راه نره، این موهاشو همه رو رنگ میکنه، میخوام تو هم یاد میگیری. و وقتی که من با اون دختر بعدا جدا توی تراپی بودم، دختر گفتش که مامان من باس منه، رئیس منه، برای من رئیس بازی در میاره و دوست من نیست. ببین بست فرند بچه هاتون باشید. وقتی که تمام مدت دارین انتقاد میکنین، تمام مدت دارین دنبال چیزای منفی میگردین و میخواین هی تذکر بدین، آدم های بزرگتر مثل پدر مادرها، نمیدونم حالا کسایی که فکر میکنن تجربه بیشتری دارن، تمام مدت میخواین اونو حمایتش کنن، تحت تاثیر قرار بدن. ما به دانش و آگاهی بچه هامون ایمان داشته باشیم. الان تو این زمانه بچه ها خیلی آگاه هستن و ما فکر میکنیم ما خیلی واردیم و باید اینا رو پروتکت بکنیم. هر چقدر که بیشتر مواظب به بچه ها بخواین باشین و همش بخواین اونها رو حمایت کنین با کلام، مواظب خودت باش، کسی گولت نزنه، با این نرو که اونطوری میشه، با اون برو که اونطوری میشه، اون وقت شما دور میشه. بست فرند من دکتر و خانواده ما اصلا از این میترسن اون دختره اینو ول کنه بره، چون بزرگم از که مثلا این به درد من نمیخوره و بچه هست، بعد این بچه ما افسردگی بگیره. نه ببینین، هر تجربه ای میتونه برای ما یه درسی داشته باشه. اصلا ما وارد هیچ رابطه ای نشیم که نکنه رابطه به هم بخوره، نکنه بعدا افسرده بشیم. به هر حال تجربه است، زندگی همه ای ما از طریق تجربه و حس تجربه، حالا میتونه تجربه خوشایند باشه، میتونه تجربه خیلی خوشایند نباشه، اما ما نیاز داریم تجربه رو بکنیم. انسان ها میتونن اشتباه کنن، میتونن به قول خودش شکستی وجود نداره. ما در یک مسئله وقتی که نتیجه دلخواه رو نمیگیریم همش میگیم ما شکست خوردیم، شکستی وجود نداره. شما یک راهی رو رفتین،
به نتیجه دلخواه نرسیدین. اون نتیجه که شما بهش نرسیدین و به شکست تلقی میکنین و ما کلمه شکست ما رو میشکنه. ببینین کلام ما اقتدار ماست، مواظب به کلاممون باشیم. وقتی میگی شکست درونمون رو میشکنیم، ولی میگیم تجربه است، تجربه ای که به دلخواه منتهی نشد. ببینین چقدر تاثیرش فرق داره. کلامتونو درست عین اون که میگه بفرما بشیم به تمرک، کلام ما هم اقتدار ماست، روی ذهن ما تأثیر میذاره و ما یاد بگیریم کلامی رو که ما رو آسیب نمیزنه، ضربه نمیزنه، اون کلمه رو انتخاب کنیم. ما هم میتونیم دوست بچه هامون باشیم، دوست نوه هامون باشیم، بست فرندشون باشیم. نه اینکه ما چون بزرگیم تمام مدت نکن، بکن، با کی رفتی، چرا همش وقتت پای کامپیوتر تلف میکنی، با کی دوستی، با این نرو، این اینجوریه، با اون نرو، اون اونجوریه. همون دختر خانمی که گفتم توی تراپی اومد و میگفت این دوستت موهاشو این رنگ میکنه، پس معلومه که همش توی خطه. خب نداره، یه تجربه است، دوست داره. حالا الان ببینین دخترها اینجا، حالا ممکنه نمیدونم از شما از امریکا زنگ میزنه، ولی اونایی که تو ایران هم باید بدونن اینجا رنگ میکنه ماشون نصفش بنفش میکنه. حالا اینو یه تجربه است، اینو چیزی نیست که اون آدم رو تخریب بکنه. و ما میچسبیم به فرعیات. اصل مهم، اصل مهم این که من اعتماد و محبت رو به بچه، مخصوصا بچه های سن بلوغ، چون اینا به تایید خیلی نیاز دارن، نیاز دارن مورد اعتماد باشن، چون تازه دارن ایگوی خودشون رو تجربه میکنن. و اگر ما همش بخوایم سرکوبش کنیم، فرار میکنن از ما و میرن گیر دوستایی میفتن و میخوان تجربه دوستاشون که همسن خودشون بالاتر اونا رو به کار ببندن، اون موقع راه اشتباهه. ولی وقتی که بست فرند من مادرم باشه، پدرم باشه و من بتونم تمام مسائلمو باهاش مطرح کنم، اون وقت از اینکه یک انحرافی در من پیش بیاد به وجود نمیاد، به خاطر اینکه میاد مطرح میکنه. شما دوست صمیمی بچه‌هاتون باشین. بله خانم دکتر ببخشید، من یه سوال داشتم، میخواستم بگم این پسر من، همین نوه من، اون وقت این براش اشکالی نداره این مثلا سکس زودرس داره 15 سالشه از درسش بیفته، از مدرسهش عقب. خب ببینین اگر نیاز داره و در واقعا از نظر سکس فعال شده که خب معمولا هستن، شما میخواین چیکار کنین؟ برای باید تجربه کنه. نه شما نمیتونین که اون غریزه رو خاموش بکنین. نه نداشته باش با این، نداشته باش خطرناکه با اون، یه غریزه است. حالا اینکه هدایتش به سمت درست از طریق دوست بودن با شما انجام میشه، نه سرکوب کردن، نه این مانع شدن. خیلی هم با اون دختر با محبت رفتار میکنیم، فقط من از شما پرسیدم ببینم حالا چیکار بکنیم با این مسئله. هیچ کاری لازم نیست بکنین، ویلکام بگه بیارینش تو رابطه. یعنی اگر میخواین حواستون باشه که بچه‌تون چیکار میکنه، دوستاشو دعوت کنین تو خونه، خونه شما کانونه چیز باشه. وگرنه اگر کاری بکنین که بچه به خاطر اینکه شما مخالفین یواشکی بره با اون، شما آگاه نیستین که چی براش میگذره. یاد بگیرین دوستش باشین، به دوستاش هم خوش آمد بگین، بعد اون موقع هم رابطه رو میشناسین، همون آدم رو میشناسین و میتونین یک بررسی بکنین. ولی باز هم یادتون باشه نصیحت، انتقاد هیچ کدوم کارایی نداره، دور میکنه بچه رو از ما. ما میتونیم بچه‌مون رو با تشویق که من به تو خیلی اعتماد دارم، تو پسر عاقلی هستی یا تو دختر عاقلی هستی و مطمئنم که بهترین راه رو برای زندگیت انتخاب میکنی، من اطمینان دارم. یعنی اینطوری اطمینان بدین، چطوری میتونین بچه‌تون رو از این طریق به سمت خودتون جلب بکنین، نه به سمت دوستای بیرون. و این کار خیلی برای شما، برای با همون بچه‌تون میتونه خیلی سودمند باشه. اما ما فکر میکنیم نه، ما حتما باید نصیحت کنیم، حتما باید انتقاد کنیم، حتما باید قضاوت کنیم، حتما باید کنترل کنیم، حتما باید پدر بچه رو دراریم و که اون بیاد از ما اطاعت کنه. گلدون ما که نیستن بچه‌ها، گل رو اینجا بذاری از اونجا. نه بابا خانم دکتر، اینجا آمریکاست، نمیشه بچه‌ها رو اونجا دیگه، بچه‌ها به آدم فرمون میدن. آره ولی اونقدر هم نباید ما اون هیته اختیار رو دست اونا بدیم که اونا بخوام بر ما حکم روایی کنن. اینجا یه رابطه سالم متقابل باید وجود داشته باشه، احترام متقابل، پدر جایگاهش، مادر جایگاهش و فرزند. همونطور که انتظار داریم پدر
مادر انتظار دارن که بچه بهشون احترام بذاره، خودشون باید احترام بذارن به اون بچه، خودشون باید به عقاید و رفتارها و کردار اون بچه به هر حال آگاهی داشته باشن. و در ضمن اینکه تاییدش میکنم، ما میدونیم تو بهترینی، داره الان دنبال هدفتی، درستو داری میخونی، I am proud of you، من بهت خیلی به هر حال افتخار میکنم، میدونم که تو خودت راه درست رو انتخاب میکنی و میدونی. و اینا رو که میدیم، ما از قبل بچه رو بهش چیزایی رو میدیم که اگه حتی نیست، ولی بعضیا میگن که خب ولو بگیم مگه درست میشه؟ بله. یه مریضی من داشتم که میگفت دخترم نامرتبه، نامنظمه، همه چیشو میریزه به هم، اتاقش اینطوریه، همش من باید دارم تمیز کنم. گله چه فایده ای داره؟ شما میتونیم، و همش هم جلوی خود بچه دارین ازش انتقاد میکنه، میتونیم بگین که واقعا من خیلی به دخترم پرادم، درسشو میخونه، چون خیلی درس داره بعضی موقع خب نمیرسه که اتاقشو مرتب کنه، ولی وقتی که شروع میکنه به مرتب کردن بسیار منظمه، من واقعا بهش افتخار میکنم برای همه این سلیقه ای که داره. و اون دختر بعد از یک ماه واقعا همون کارا رو کرد. ما میتونیم پدرنها و الگوها رو از طریق کلام و اینکه من بهت اطمینان دارم، من بهت افتخار میکنم، من تو رو دوست دارم بدیم. ولی وقتی بهش امر و نهی میکنیم، احساس بچه اینه که منو دوست نداره، این به من اعتماد نداره، پس برم یکی رو پیدا کنم که منو تایید کنه. اون سن خیلی سن خطرناکه، سن بلوغ از 12-13 سالگی تا 20-21 سالگی سنیه که ما حواسمون باید جمع باشه که چه جوری با بچه رفتار میکنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر، واقعا حرفای شما عین جواهر میمونه، من نمیدونم چی بگم دیگه. خیلی لطف، اینقدر من شما رو دوست دارم، اینقدر بهتون احترام میذارم که حالا از چه جوری بهتون بگم. خیلی شما اصلا حرفاتون رو همه تاثیر میذاره. قربونتون برم، روزتون بخیر. خیلی ممنون، موفق باشین. خیلی متشکرم از مرحمت شما، و واقعا من همش بعد در حال تشکر باشم از جامعه ایرانی که چقدر واقعا قدر شناسی دارم. ایشالله شما رو خدا سالم بر ما نگه داره. آه هزار سال. آه عزیز دلم، قربون شما، چقدر شما واقعا شیرین هستین، ممنونم. خدا نگهدارتون. بعد ممنون برای تماس و محبت های بیشاعب من، سخنی که از دل برایت لاجرم در بر دل نشیند، سخن شماها کلام قلب منه، و بدونین که همون جایگاهی رو که من توی وجود شما دارم، شما هم تک تک توی قلب من دارین. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام علیکم. وقت خوبی داشته باشید. شما هم همینطور، ممنونم ازتون. عذرخواهی میکنم خانم دکتر، دو تا سوال از خدمتتون داشتم. یکی اینکه میخواستم ببینم کتاب و سیدیتون از ایران چطوری میتونم گیر بیارم. بله. بعد یکی دیگه این که میخواستم بپرسم که من 62 سالمه و بایپولار هستم، دچار افکار وسواسی هم هستم. مثلا اگه یکی حرکتی برام بکنه، یکی از همکارا یا یه چیزی بگه، مثلا این همینجور آزارم میده، شب و روز آزارم میده، تو فکرم میمونه. حس انتقامجویی پیدا میکنم، حرفم رو خوب نمیتونم بزنم، از حق خودم خوب دفاع نمیتونم بکنم. خب من یه سوال میتونم ازتون بکنم؟ شما رو تشخیص بایپولار رو کی بهتون داد؟ تشخیص بایپولار رو من 30 ساله که تو ایران دادم و دارو میخورم. آها. بعد بیشتر فکرهای وسواسی دچارم میشه، افکار وسواسی میگیرم. بله، یعنی پارانوئید هم هستین، یعنی فکر میکنین اینا دارن پشت سرتون حرف میزنن یا دارن غیبتتون رو میکنن، از این افکار هم دارین؟ افکار پارانوئیدی، یعنی افکاری که سوء ظن، شک و سوء ظن. بله. خب الان داروهایی که میخورین و با دکتر چک میکنین که تا چه اندازه اینا شاید دوزیشو بخوام بالا پایین ببرن، و براشون صحبت کردین که من هنوز افکار پرنویدی دارم یا افکاری دارم که آزارم میده؟ به هر حال شما چون دارو دارین استفاده میکنین. خب پدرنای ببینیم، ما وقتی که یک
مشکلی داریم که لازمه دارو مصرف کنیم، مثل بایپولار دیسوردر یا اسکیزوفرنی یا مثلا اون سیویر دیپریشن که اینا لازمه که دارو مصرف بشه، بعضی موقع شاک داده بشه، ولی در کنارش بعد از اینکه ما اون نوروترانسمیترهای مغز ما بالانس خودشو به دست آورد، میتونیم پدرن ها و الگوهای ذهنیمون رو تغییر بدیم که اون از طریق مثلا مشاوره یا با یک تراپیست میتونین الگوهای تفکریتون رو، چون تفکر ما سلطان جهانه، میتونین تغییر بدین. و به هر حال من چه کمکی الان میتونم برای به شما بکنم؟ اگر بخواین میتونین به شماره تلفن من زنگ بزنین که اگر بتونم باهاتون مشاوره بکنم. شماره تلفنتون خیلی زنگ زدم خانم دکتر. به کدوم شماره تلفن؟ همین شماره که پایین صفحه هست، 310-402-49-45. 46 عزیزم من، 46 اشتباه برداشت. 46 ببخشید. آره اگر زنگ بزنین بله. اسمتون چیه؟ من با تو صحبت میکنم و اون اینفورمیشن رو بهتون میدم. اسمتون چیه؟ صدام بخش میشه از اسمو بگم؟ بله بله، از روی تو تلویزیون هستی. من علی هست اسمم. اوکی پس زنگ بزنین و من با تون صحبت میکنم. متشکرم، خدا نگهدار. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. من سوالی داشتم. آن خرید بیش از اندازه میتونه مشکل کسی باشه یا نه؟ من در مورد دخترم با چندین روان پزشک روانشناس صحبت کردم، میگن که اشکالی نداره، بعضن میگن باید تحت نظر باشه، خودش رو هم باش صحبت شده، میگن اشکال نداره بدون این که بره مثلا کار دیگه بکنه که درست نیست. خب حالا اعتیاد به خرید داره، حالا نظر شما چی هستش؟ مثلا بیش از اندازه خان دکتر، این که میگم اینجوری نیستش که فرض بفرمایید که مثلا هفته 10 دست لباس باشه، هفته به طور متوسط میتونم بگم بیش از 60 دست لباسه، بیش از 20 جفت کفشه و چیزای دیگه. شما از ایران زنگ میزنید یا از امریکا؟ امریکا. خب اونجا اینجا بهتون گفتن نداره کسی که در عرض یه هفته 60 دست لباس می‌خره، 20 جفت کفش می‌خره، very normal. That's من آمار به اونها ندادم، فقط از مقدار زیاد صحبت کردم، ولی به شما گفتم آماری از حضورتون سوال کنم ببینم که باز هم این منطق هستش، این از نظر علم روانشناسی درست هستش که اگر کسی فرض بفرمایید مشروب نخورد ولی خرید بیش از اندازه کرد، همه چیز خوانده از میکاپ گرفته تا هر چیزی که شما فکر بکنید، به یکی دو تا به 10 تا 20 تا قانع نبود. خب این ادیکشنه، مشکلی بله مثل یه عادت به قمار، عادت به خرید. حالا باید ببینیم زمینه ذهنی در چه رابطه قرار گرفته، آیا حالتهای افسردگی هم داره، یه موقعی میشینه و در سکوته، یا تمام مدت تو فیز منی که در حال خرید و شادی و ایناست؟ میتونم ازتون بپرسم؟ حالت افسردگی هم بعضا یعنی در اون دراز خان دکتر بیاد صحبت نمی کنه، خیلی یا آرام یا خوش. خب ببینین، پس این یه بررسیه برای آپنداون شدن، باید ببینین که مودسوینگه. مودسوینگ یعنی مودش امروز یا 4 روز خوبه و توی فیز شادی و خرید و بره و لذت بره و بعد میفته دان میشه، اینا طبیعی نیست، اینا علامت خوبی نیست که حالا یکی داره میره خرید میکنه، زیاد خرید میکنه، پس معلومه که به کارهای دیگه نمیپردازه، مثلا بره مشروب بخوره یا هم چیزی مگه از قابل مقایسه است؟ اینم بیماریه. یعنی وقتی من میرم 30 جفت کفش میخرم، 60 دست لباس میخرم، بعد پرت میکنم اونجا، اینا چیه؟ اینا اون تریگرهای درونیه، یعنی یه چیزی از درون بهش فرمان میده و این ناخودآگاه اتوماتیک تاوتس، فکرای اتوماتیک میبره به سمت گرایش اونجوری میخواد اون
تنشنشو بخوابونه، اون تنش و فشاری که دو درونشه از این طریق میخواد آرام بکنه. باید دارو بخوره، باید ببنه این پلوی یه روان پزشک و ببینید یه بررسی بکنه و دارو لازم داره. از نظر من حتما باید ببرین و ببینین اینو بالانسش بکنن نوروترانسمیتراشو که اون فشارا دیگه بهش نباشه که اینو سوق بده به سمت اینکه حالا بخرم. ولی بازم اون حالتش، اون تنشنش از بین نمیره. اینو باید حتما بررسی بشه، حتما یه دارویی برای کنترل بدن، چون مودش هم آپندان میشه، مود سوینگه. پس اینم یه علامت خوبی نیست. اینا رو با یک روان پزشک مطرح کنین. وقتی که تونست بالانس ذهنش، مغزش به دست بیاد، اون هورموناش نرمال بشن، اون وقت میتونه پدرنهای رفتاری رو، الگوهای رفتاری رو با تراپیست ثابت کنیم که اون الگوهای درست رو بتونه تو ذهن ما جایگزین کنه، تو ذهن اون فرد جایگزین کنه تا بتونه به صورت نرمال زندگیش رو ادامه بده. ببینید روان پزشک دارو میده عزیز من. روان پزشک نه 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 نه، شما باید تمام شرح احوالو بدین که روزی 60 تا لباس بخره نرماله. آی دون نو، کی میتونه کدومیه که من نمیدونم. برای من خیلی عجیبه که یه روان پزشک که بریم بهش بگین 60 تا لباس بخره، 20 جفت کفش بخره و مود سوینگ، یه موقعی میشینه تو لب میره با خودش، اصلا صحبت نمیکنه، سکوت میکنه. اینا طبیعیه به نظر شما آقای دکتر؟ بهش بگین اگر گفت طبیعیه دیگه. آی دون من نمیدونم، یعنی اگر قراره که کسی خریدای اینجوری بکنه و نرمال باشه، خب یکی از علائمه، حالا مشکلاتی که حالا ممکنه که پدرنای رفتاری اینطوری براش پیش بیاد، بایپولارا در فیز منیک میخوام برن خیلی زیاد خرید بکنن، برن و میرن. من یه مریضی داشتم که این سه تا ماشین تو خونهشون بود، رفته بود باز 12,000 دلار گذاشته بود روی مثلا کردیت همسرش، باز یه ماشین الکی خریده بود آورده بود که باعث دعوا و جدال شده بود. پس ببینید اون اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه. فقط گفتم اون تریگری که میکنه درونش، اون فشاری که تو درونش هست، سوقش میده به سمت چیزی که حالا فکر میکنم اونو مثلا آتش درونش رو فروکش بکنه. اینا رو بعد بررسی کرد و بعد وقتی که به همون خانم که اون کار میکرد، به هر حال به اونجا رسید که مشکلاتی پیدا کرد و بردن کلینیک، بهش شاک دادن و داروها رو بعد از اینکه 2 هفته توی کلینیک بستری بود، وقتی داروها رو بهش دادن و این کام داون کرد و شروع کرد، بعد از اینکه دارو بعد از 15 روز شروع میکنه میزان دوزش توی خون به حدی میره که میتونه بالانس نوروترانسمیتر رو تامین بکنه. بنابراین قبل از اون مثلا 1 هفته هنوز اون اثرش رو نمیکنه. بنابراین 2 هفته لااقل باید روی دارویی باشه که بتونین تاثیرش روی اون رفتارش ببینین، 2 هفته تا 20 روز. بنابراین اینا چیزاییه که در حیطه روان پزشک هست که اون داروها رو بده، ولی در حیطه تراپی و روانشناسی ما میتونیم کمک کنیم الگوهای رفتاری، الگوهای تفکری آدمها رو بیاریم و الگوهای مناسب رو با اونها کار بکنیم. ما فکرمون سلطانه، یعنی هرچی که فکر میکنین حالا هواتون میشه، از هرچی میترسین همون براتون اتفاق میفته. حالا نه اینکه یه دفعه، وقتی که شما یک ترسی دارین، ضرب المثل های ما مصداق‌های روانشناسانه داره، میگه مار از پونه بعدش میومد دم لونش سبز شد. یعنی چی؟ یعنی ما از چیزی که میترسیم، چون در روز ممکن 4 ساعت بهش فکر بکنیم نکنه اون اتفاق بیفته، نکنه اون چیز بیاد، و ما این الگوها رو داریم خودمون رو واقعا در معرض اون چیزی که نمیخوایم قرار میدیم. من اون مایندفولنس و اورننس که با اتون کار میکنم، یعنی با ضمیر آگاهمون
چون زمینه آگاه ما مثل الان که من دارم حرف میزنم میدونم آگاهیم چیه، میدونم دانشم چیه، میدونم دارم با شما صحبت میکنم و آگاه هم دارم چه حرفی رو میزنم. حالا وقتی که تو زمینه آگاه من حتی دارم فکر میکنم، با زمینه آگاه هم فکر میکنم به اون چیزهایی که میاد تو ذهنم، خب باید مواظبش باشیم. من اونو براتون الگوهاشو درست میکنم که چطوری نگتیوها رو نیاریم. من یه آرتیکلی رو اتفاقا امروز تو فیسبوک گذاشتم به اینکه ما میتونیم نچسبیم، یعنی قانون رهایی، رهایی از هر چیزی که میترسیم در زندگیمون اتفاق بیفته، از هر چیز ناخواسته‌ای که ما تو ذهنمون میاد، اگر نخوایم رها بشیم مثل تناب نامرئی بهش وصل هستیم. اینو مطمئن باشین. متشکرم از توضیحاتتون خانم دکتر. اگر که امکان دارید در حواشی برنامه‌تون یه مقدار راهکارهایی که بتونن اطرافیان برای اینجور مشکلات بچه‌ها کمکی باشن، ممنون میشم که ازتون بشنویم. خواهش میکنم. حتما. اتفاقا من اتفاقا خودم امروز میخواستم نحوه ارتباط زن و مرد، زن و شوهرها، نحوه ارتباط پدر مادر با بچه ها، نحوه ارتباط ما با خودمون، نحوه ارتباط خودمون با جامعه، نحوه ارتباط خودمون با جهان هستی، من اینا رو صحبت میکنم. حتما. ممنونم. ممنون از تماس شما و خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون عزیزم. خدا نگهدار. ببینین من خیلی واقعا ممنونم که این خانم این سوال مطرح کردن، که واقعا من این راهکارهایی که بهتون میدم این راهکارها رو به کار ببرین، یعنی نمیشه کنارش رد شین، بنویسین تو مغزتون، حکش کنین، یادداشت کنین. ما با ایراد گرفتن، با غیبت کردن، با نمیدونم از دیگران شروع کنیم، فکر میکنین اگر دیگران بعد بگین. یه خانمی هفته پیش اومدن روی خط یک صحبتی کردن، حالا من بعد از این که با این خانم صحبت که با این تلفن صحبت کردم میام. علی بفرمایید عزیزم، روی خط هستین؟ الو سلام. بله بفرمایید عزیزم. مرحمت زیاد. سلام خانم. مرحمت شما زیاد، لطف کردین. بفرمایید، خواهش میکنم. الو. بفرمایید. سلام علیکم. درود بر شما، خواهش میکنم. درود بر شما. از کنم که من اولا شماره ایرانتون ندارم، برای خرید کتاب و اینا میخواستم. روی مانیتور تلویزیون هست، ببینید نوشته 310-402-49-46، این شماره منه، هم برای مشاوره، هم برای کتاب، برای همه جای دنیا. البته کسایی که میخوان این کتاب و سیدی منو بگیرن، این از اروپا و امریکا باستی برن وبسایت من. در ایران چون از طریق وبسایت نمیتونیم، با شماره تلفن من تماس بگیرین، من نحوش رو بهتون یادآوری میکنم که چطوری میتونین مشاوره بگیرین، چطوری میتونین از کتاب من استفاده کنین. این فقط من، این کتاب من هدیه یه به شما برای یادگیریتون، برای اینکه دانش آگاهیتون بره بالا. باید 5 بار 10 بار بخونین اون نکتهایی رو که من شرح دادم، خیلی عمیقا بهش توجه کنین، اون موقع میتونین بفهمین اعتماد به نفستون چرا پایینه، این رفتار ناخوشایندی که دارین چه جوری میتونین تغییر بدین، ارتباط ما با خانوادهمون چطوریه، اصلا این الگوهای ما، باورهای ما از کجا میاد، چطوری که الگو شده برای ما و ما اسیرش نیستیم. پدر مادر ما آگاهی نداشتن، درست بلد نبودن با ما رفتار کنن، حالا خودشون از طریق رفتارهایی که پدر مادر باهاشون کردن اونا رو الگو کرده بودن، با بچه‌هاشون رفتار می‌کردن. بنابراین من اتفاقا یه مثالی رو زدم، یه آقایی اومده بودن توی آفیس من و من گفتن که آره من مثلا بچه من درس می‌خونه، با اینکه من خودم استاد دانشگاهم و اینا. بعد که با پسرش صحبت کردن، یه پسر 15 16 ساله، گفت پدر من منو با شلاق تنبیه می‌کنه، می‌زنه. بعد که بعدم با پدرش صحبت کردم، گفتش که خب بله خانم دکتر، ما اینو میزنیم به خاطر اینکه بابای من ما رو میزد، گفت میخوام آدم بشی. گفتم حالا شدین؟ ببینین یعنی چی که ما یه انسانو با شلاق بزنیم، ما انسانو تنبیه بدنی بکنیم. اصلا میدونین که چقدر ما اینجا مشکل برای خودمون به وجود میاریم؟ اون تنبیه رو یونیورس به ما میکنه. یاد بگیرین نحوه ارتباط با خودتون،
ارزش هایی که با خودتون دارین و ارزش هایی که در ارتباط با دیگران پیدا میکنین. من یک نوتیس هایی بهتون میدم، اینا دستاورد های زندگیتونه. شما به این باورها بلیف داشته باشین یا نداشته باشین، این قانون حاکمه به تمام روابط ما. یاد بگیریم رابطمون اول با خودمون، من با ارزش و قابل احترامم. خودتون با خودتون اینو تجربه کنین. وقتی که من بی ارزشم شروع میکنم از دیگران انتقاد کردن، شروع میکنم پشت سر دیگران حرف زدن، چون وقتی که من حرف به غیبت در مورد دیگران میکنم، یعنی من آدم بی ارزش غیر قابل اعتمادیم، چون آمدم راز دیگران رو فاش میکنم. خداوند میگه ستار العیوب باشین، عیب آدم ها رو ما بپوشونیم و حسنشون رو ببینیم، اما ما دنبال عیب میگردیم. پس جوینده عشق باشید نه یابنده عیب. درود بر شما، بفرمون عزیزم، روی خط هستین. جانم بفرمون عزیزم. سلام. بله سلام عزیزم، من صداتون رو میشنوم. خسته نباشید خانم دکتر. ممنونم. من وقت تو زیاد نمیگم، فقط یه چند تا سوال ازتون بپرسم. خانم دکتر من 45 سالمه، با یه آقای آشنا شدم که 35 سالشه. البته بعد از 6 ماه دوستی متوجه شدم که ایشون 10 سال از من کوچیک‌تره. بعد الانم تقریبا که 6 سال ما با هم دیگه آشنایی داریم. 6 ساله. مشتاقه که با من ازدواج کنه، ولی من بهشون گفتم که با من ازدواج کنه اینا بده مشکل می‌خوره. واسه چی؟ واسه چی حقارت به خودت میدی؟ میگه من خب باید ازدواج کنم، شما دوستش داری اونم دوست داره، چه چیزی ما نمیشه؟ سن و فاصله من احساس میکنم فقط به خاطر بچه دار شدنش. خیلی خوب، اونم الان تا 53-54 سالگی هم اینا میتونم IVF میکنم، بچه دار میشن، مشکل اون نیست. اگر واقعا دنبال ایراد و مشکل میگردی، خب مشکل به وجود میاد، اما هیچ کدوم از اینا نمیتونه مشکل باشه. ببینین چقدر با هم دیگه تفاهم دارین، 6 ساله با هم دارین در ارتباط هستین، شما ازدواج نکردین، ایشون هم اصلا ازدواج نکرده. نخه من ازدواج کردم، اون تا شوهرم فوت کرده. بچه ندارین؟ من دو تا بچه دارم. چرا من دو تا بچه دارم، بچه هم ازدواج کردم. خیلی خوب، حالا ایشون بچه میخواد. ببینین بعد ببینین که دیمندینگش چیه، تقاضاش چیه، آیا واقعا چی میخواد ایشون؟ البته ایشون به خاطر این که به من برسه میگه من بچه نمیخوام، ولی خب فکر میکنم مثلا خب چند گفتی 6 ساله باهاش در رابطه؟ این 6 سال 6 ساله با هم دوستی آشنایی دارم، کاملا روی اخلاق من شناخت پیدا کرده، من کاملا روی اخلاق. خیلی خوب، حالا نظرتون چیه؟ از هر جهت خیلی خوب، ما داریم به خاطر یه چیزای واهی که حالا نمیدونیم در آینده چی میشه، اگر واقعا دوست دارین هم دیگر، اگر به هم اطمینان دارین، اگر واقعا قابل اعتماد هستش و میخواین ادامه بدین، که بچه های شما هم که ازدواج کردن مسئله دیگه ندارین که توی خونه یه درگیری های اونجوری پیش بیاد، که من نمیدونم حالا توی ایران اگه مثلا فرزند زن بیاد تو خونه ای که آقا مثلا آقا هم از یه خانمش بچه داره و اینا استثناء میذاره بین بچه خودش و بچه ای که توی خونهشه مال خانمشه، اینا دیگه صفات انسانی ما نیست. همه انسان ها رو ما باید دوست داشته باشیم و اون محبتی که با اونا میکنیم به ما برمیگرده. این که من استثناء بذارم بچه اونو دعوا کنم، بچه خودم ناز کنم، خدا رو کجا دیدین؟ انسان بودن کجا رفته؟ که اینقدر ما خودنگر باشیم و بخوایم این کارا رو انجام بدیم. انسانیت به چیه؟ انسانیت به هیبت و هیئت انسانی نیست که من قیافه انسان دارم، اینجام، اون قلبم، اون روحم، اون نوازشی که به انسانها میکنم، اینا مهمه. به هر حال معیارها متفاوته، هر کس میتونه معیارهای خودش داشته باشه، اما معیارهایی که انسانی نیست رو شما جستجو نکنین و پیاده نکنین تو زندگیتون. یاد بگیریم آدم شدن خیلی آسونه، چون همه آدم دنیا میاد، اما انسان شدن نیاز داره به اینکه کار بکنیم با خودمون. یاد بگیریم که به همه احترام بذاریم، اول به خودمون، ارزش های خودمون رو زندگی بکنیم، ببینیم چقدر ما برای خودمون احترام و ارزش قائلیم، یا خودمون رو انقدر واقعا حقیر میبینیم که اصلا احساس میکنیم من دیزرو یا لیاقت ندارم. ما
روح خدا در ما دم میده. همه ای ما با ارزشیم. ارزشو تو خودت نمیخوای زیر سوال میبری. ارزشامونو زندگی کنیم. من با ارزش و قابل احترامم. هر وقت به دیگران احترام گذاشتم، هر وقت حق دیگران رو پایمال نکردم، هر وقت غیبت نکردم، قضاوت نکردم، آدمها رو تحت زیر سوال نبردم، نخواستم آدمها رو خراب بکنم، اون موقع دارم تو جایگاه انسانی کار میکنم. کار کردنش سخته، باید واقعا با خودتون کار بکنین. تا میخواین غیبت بکنین یه هوشداری به خودتون بدین، تا میخواین بدی بگین. یه خانمی اون هفته زنگ زد گفت عروس من اینقدر بی‌تربیته، اینقدر خسیسه، اینقدر، چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم که من بیام و غیبت بکنم از یه عروسی که تازه حالا اومده میخواد با شوهرش زندگی داشته باشه؟ من مادر شوهر بگین بیا و رول مدل اون عروس بشو. اگر حتی اونم اینطوریه اینقدر بهش محبت ما بکنیم. ریورس سایکالوجی اسمش، یه روشی هست به نام ریورس سایکالوجی. ریورس سایکالوجی یعنی سایکالوجی معکوس، یعنی حتی اگر اون داره با ما نمیدونم این رفتارا رو میکنه، اینطوری ما همش تعریف و تمجید بکنیم. وقتی این ریورس سایکالوجی رو، یعنی برعکس، ریورس یعنی برعکس، یعنی برعکس اون حسی که داریم که حالا این آدمه بعدیه، دروغ میگه، خسیسه، چقدر این سخاوتمنده، چقدر مهربانه، شروع کنیم از این جایگاه. نه یه دفعه این رو الگو کنیم. تو کتاب من نوشتم چجوری یه رفتار نامساعد رو چطوری میتونین تغییر بدین و اینا دستمایه شماست. یعنی من این کتاب به جامعه ایرانی هدیه کردم. کتاب بعدی من جادوی باور و ذهن جادوی باور هستش که اونم داره زیر چاپه و کتاب دیگه ای دارم می‌نویسم، رفتارها و روابط خانم‌ها و آقایون و خواسته هاشون. حالا اینو یه چیزی درستی براش انتخاب میکنم و دارم میگم این بشه واسه شما یک الگویی که یاد بگیرین. زن و شوهرها اگر از این شوهر ناراضین، این بده اون بده، یا اگر از این زن ناراضی هستین این خوب نیست و میخواییم بریم یکی دیگر رو پیدا بکنین، با همین الگوهای رفتاری داریم میرین توی یه زندگی دیگه. همین ارتباطات و همین اتفاقات براتون میفته. پس چه بهتر زندگی کنونی رو حفظ کنین، بیاین تغییر کنین. من اینقدر با خانواده ها کار کردم، خانواده هایی که فایل طلاق پر کردم، میخواستن طلاق بگیرن. من اصولا با طلاق مخالفم، مگر اینکه حالا یکی زندانی باشه، یکی اعتیاد آنچنانی داشته باشه و مشکلات اینجوری، و الا به هر حال این چون اخلاقش اینه، این چون کنترل میکنه منو، این چون بد اخلاقه، این نمیتونی. باید بیاین یاد بگیریم ببینین نکات ضعفتون چیه، یاد بگیرین. چون باید کمک بخواین، خودتون قادر نیستین به خودتون کمک کنین چون نمیدونین مشکلتون چیه. ولی ایرونی حاضر نیست. چلو کباب خیلی خوشمزه تره، من میرم میخورم، یه انگشترم دست میکنم طلا. ولی ببینی اینجامون، اینجامون رو ما نمیایم درست کنیم و هیچ بهایی براش بذاریم. میگه برای هر چیزی که بها قائل باشی، بهاشو بدی، ریسپان و ریزالت، یعنی نتیجه میگیری. وگرنه جهان به تلاش پاداش میده، نه به بهانه. بنابراین بهای هر چیزی رو بدین تا بتونین ذهن درست داشته باشین، رفتار درست داشته باشین، کامیونیکیشن و ارتباط درست داشته باشین. و این خانم مس که تلفنشو قطع شد، ایشون گفتن من 45 سالمه، اون آقا 35 سالشه. گفتم مهم سن نیست، مهم اون تفاهم، مهم اون محبت، مهم اون پذیرش همدیگه است. میپذیرین؟ زندگی کوتاه‌تر از اونه که ما بخوایم همش دو دو تا چهار تا بکنیم و ببینیم سالها گذشت و پشیمونی فایده ای نداره. میگه تلفن. درود بر شما، بفرمایید. روی خط هستین. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم. خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم. خسته نباشید. ممنون. من یه سوال داشتم. بفرمایید عزیزم. من 20 سالمه. من 20 سالمه. من یه خواهر دارم 40 سالشه. خب 40 سالشه خواهرتون؟ بله بله. بس خیلی به من حسادت میکنه، یعنی دیگران هم اینو متوجه شدن. بس من یه سوالی از شما داشتم. این شما رو یا براتون هم چیزی به وجود اومده که حالا تو زندگی دو که اینجور چیزی ببینید که بزرگتر 20 سال بزرگتر به خواهر کوچیک حسادت بکنه؟ خب حالا حسادت میکنه که اون داره عذاب میکشه. ببینین حسادت میگه حسود را چه کنم. آخه منم
عذاب میده. آخه منم عذاب میده، منم یه جورایی میخوای عذاب بکشی، اذیت میکنه با حسادت. ببین میخوای اذیت بشی اذیت میشی. الو عزیزم، اگه میخوای اذیت بشی اذیت میشی، اگه میخوای اذیت بشی اذیت میشی، خودت بعد قبول میکنی اذیت رو. چی میگه بهت که ناراحتتون میکنه؟ بگین یه تو خیلی دخالت میکنه زندگی من. خیلی ازدواج کرده؟ قطع شد تلفن. به هر حال ببینین، اگر کسی به زندگی شما حسادت میکنه، اگه به قیافه شما حسادت میکنه، به هر چیز شما، مشکلی کیه؟ مشکل منه؟ اگر شما تحت حسادت قرار میگیرین مشکل شماست. گیر میفتی، وقتی که گیر اون میفتی خب مشکل شما هم میشه. گیر حسادت به من داره گیر میده، به من این کار میکنه. اجازه میدیم ما میتونیم یک بار برای همیشه در نطفه خفه کنیم. خواهش میکنم به کار من دخالت نکن، من خودم الان دارم این تصمیم رو گرفتم. ناراحتم نشین، استکاک لفظی هم نگیرین، فقط اینه که ریلکس. اون حسوده، خب مشکل داره، اونم باید درمان بشه. حسادت هم یه چیزیه که یه بغض فرو خفته توی گلوه که نتونسته یه خواسته هایی رو به جا بیاره توی زندگیش، و این بغض به صورت حسادت خودشو داره تجلی میکنه. حالا ما دلمون بسوزه برای اون آدمی که حسوده، اون آدم مشکل داره و نیام تو مشکل اون ما بیفتیم. گیر نکنیم تو مشکل آدم های حسود. حسود داره قبطه شما رو میخوره، ولی چه فایده ای داره؟ چه حسادتی؟ ما با هیچ کس تو دنیا قابل مقایسه نیستیم. یه سرنوشتی داریم، یک خطوط کف دست من و سرنوشت من با هیچ بنده دیگه ای نمیتونه یک جور باشه. اوضاع احوالی که به من گذشته، شرایطی که به من گذشته، ما قابل مقایسه با هیچ کس نیستیم. اما من با خودم، با دیروزم، با پریروزم قابل مقایسم، امروز فردا با امروزم. یعنی هر روز ما ببینیم چقدر روش کردیم، چقدر میتونیم متعالی بشیم. یاد بگیرین انسان بودن و تعالی رو، یاد بگیرین که کلام ما، رفتار ما به ما بر میگرده طبق اون قانونی که واقعا وجود داره. اکشن ریاکشن، قانون بازتاب. افکارمون، هر چی که فکر کنیم، من از این بدم میاد. و هر وقت که زیاد تکرار میکنین، یکی برای تو میاد، میرین تو فروشگاه اونو میبینین، یه جایی مهمونی میرین میبینین، ببینین همون فونه هست که دم لونه مار سبز میشه. من خلق میکنم با ذهنم. باور نمیکنین ذهن ما خلاقه؟ فکر میکنین حالا من گردن بند بریلیان میندازم و همه چی دیگه عالیه، ثروتم هم عالیه، اما تو قلبم هزار تا مسئله و نفرت دارم، تو ذهنم مشکل دارم تو رابطه. چه لذتی میبریم؟ مهم اینه که اینجا رو درست کنیم، یاد بگیریم، بهاش رو بدیم. و بهاش اینه که تجربهش بکنین، کار بکنین بهاش. خودتونم تنهایی نمیتونین، حتما باید کمک بگیرین، get help. و حاضر نیستن، جا میرونی حاضر نیست کمک بگیره. اگه یکی مثلا میره میخواد زن دومی یا آقایی بشه، میره مثلا با یکی مشاوره مشورت میکنه یا هرچی، من نمیدونم حالا با کی بهش میگه، آره اگه بیاد خونهشو به اسمت کنه، پول به اسمت بکنه، خب بشو یه دختر جوونه مثلا 25 ساله بره زن یه مرد 48 ساله 49 ساله بشه. این درسته که اگه بهت پول میده، وقت اون میتونه، دارم یه همچین مسائلی که واقعا هستش، ممکنه اول جاذب باشه بیاد حالا خونه ماشین، بعد میبینی توهیه، میبینه ما در خرابه های زندگی بسازیم. چطوری دلمون میاد این کارو بکنیم؟ انسان بودن ایجاب میکنه که ما همه آدم ها رو ذره ای از و واقعا برگی یا شاخه از درخت تنومند طبیعت و یونیورس ببینیم. ما هممون از یک درخت هستیم، به هم وصلیم. و میگن بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، گوهر وجودی که در ما دمیده شده، خداوند روحش در ما دمیده، اونو بیایم
سیغلیش کنیم، شاینیش کنیم، یاد بگیریم. بله این گوهر ما تیره شده روشو، اداوت، حسادت، غیبت، قضاوت پوشونده، این سیغلیش بد بکنیم. یاد بگیریم چجوری سیغلی کنیم، یاد بگیریم با همه با دید مهر نگاه کنیم، نه با دید نفرت و خشم و حقارت و حسادت و اینکه بخوایم رقابت بکنیم. با هیچ که قابل رقابت نیستیم غیر از خودمون. میتونیم رقابت سالم داشته باشیم، رول مدل کنیم یه آدمی رو که فعال بوده، تونسته در زندگی موفق بشه، تونسته درجات و پله های ترقی رو پله پله طی بکنه، اونو ببینیم الگو قرار بدیم، بیایم ازش یاد بگیریم. رقابت نیست، این رول مدل کردن آدم های موفق، آدم هایی که انسانن، آدم هایی که محبت دارن، آدم هایی که میتونن ببخشن. بخشیدن دیگران بخشیدن منه، که من با یک تنابی که نمیدونم نامرئیه، از اون آدمی که میگم من هرگز نمیبخشمش، یعنی خودتو نمیبخشی، اون داره زندگی خودشو میکنه، تو خونشه اصلا خبر نداری چقدر شما ذهنت گیره اونه، خودت داری خودتو عذاب میدی. ما با نبخشیدن مشکلاتی که در برامون حالا دیگران درست کردن، خودمونو میچسبونیم به اون آدم و این عذاب. رهایی میتونه ما رو ببخشیم، چینه، نفرت، انتقام رو در دلمون بکشیم، بیایم هر آدمی که حتی به ما ظلم کرده ببخشیمش و بگیم که برات شادی و سلامتی، ما به خدا بسپاریمش، اون وقت همه اونها به ما برمیگرده. اینا رو من با تجربه های اسپریچوالی دارم بهتون میگم، لحظه به لحظه شو تجربه کردم، هیچ کتابی اینا رو واسه تو ننوشته، اینا رو من چون از قلب وجودم تجربه های من اینه که اگر ببخشین آدم ها رو رها میشین از گیر اون استرس و میاین به سمت زندگی که براتون با هدفاتون و خواسته هاتون مچ باشه، یعنی اونا رو میایم دنبال میکنیم. این که حقیقت چشم دنبال این باشه که مهمونی داد من نمیتونم، و بنابراین من میخوام بهتون بگم مثل که وقت من داره تموم میشه، این کتاب من و سیدی من از طریق وبسایت من، و این که شما میتونین مشاوره بکنین تلفنی از همه جای دنیا، یا میتونین کتاب من از طریق وبسایت سفارش بده. این کتاب نه کتاب نه مشاوره، هیچ کدوم از نظر مادی نیست. من هزینه ها برای بچه های بیست پس داخل ایرانه و دارم همین کار میکنم، چه از اینجا میفرستم چه در ایران. بنابراین انتفاع مادی وجود نداره، قلبم براتون میزنه که بیاین الگوهاتون رو عوض کنین، شادی و خوشبختی رو تو وجودتون لمس و حس کنین. تنها خواسته من اینه که به خودتون بیاین. خود آگاهی یعنی خدا آگاهی، یاد بگیریم چجوری پله پله تا ملاقات خدا چجوری میتونیم نزدیک بشیم به اون اوج و اینو تجربه کنیم. من واقعا کلامم با این چیز، راهی به سوی خوشبختی وجود نداره، خوشبختی خودش یه راهیه که از درون من آغاز میشه و بیاری توانایی هایی که در بیرون دارم در جهان برون تجلی پیدا میکنه. پس خوشبختی از درونه و بیاری توانایی های درونمون از بیرون این خوشبختی رو به ما ظاهر میشه، متجلی میشه. و یاد بگیریم پیغامی که من براتون دارم اینه که خودتون رو به اندازه کافی دوست داشته باشین و غیبت و حسادت و رقابت و هر چیزی که بار منفی داره، خشم و تنفر و فریاد و فغان رو ما یادمون بره و بیاین همدیگر رو اینجوری دستمون همه رو بفشانیم، دست همه تون، همه شما هموطنها، تمام اقوام، مهم نیست، حالا اون رو نمیفهمم، من زبان من رو نمیدونم، ولی من واقعا این چیز رو دارم، سیاه، سفید، زرد، مهم نیست چی رو میپرستین، چه دینی دارین، مهم اینه که ما یگانه عالمیم و این یگانه عالم رو تجربه کنیم. ممنونم ازتون، تشکر میکنم از آقای اندرو در کارشناس فنی برنامه، و تا درودی دیگر به شما بدرود میگم، خدا نگهدارتون. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی،
عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان نوهنجاری‌های فک و صورت، اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصصی ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت مایانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیز.